نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد با ما همراه میشه. خانم دوستدار، زنان هفته هاست که حجاب اجباری و بسیارشون از سر برداشتن، در اماکن عمومی حاضر میشن، ولی اتفاقا برای این شنبه خیلی حرف از این میزدن که دقیقاً به دلیل اینکه تهدید شدن که پیگیری قضایی میشن، دقیقاً به این دلیل که فرمانده نیروی انتظامی تهدیدشون کرده، این شنبه فرق داره و حضور پررنگتری خواهند داشت و همدیگر رو تشویق خواهند کرد. همینطوره، اگر دقت کرده باشید فضای جامعه رو یک طوری در واقع سعی کرده بودن صحنه آرایی بکنن نیروی انتظامی، پلیس، ائمه جمعه، تمام تندروها، که به نوعی این شنبه رو یک شنبه به عنوان پایان کار توصیف بکنن با تهدیدهایی که در واقع هدفش این بود که زنان رو به عقب برگردونه و تصورشون بعد این بود که این تهدیدها میتونه منجر به این بشه که کسی جرأت نکنه که بدون حجاب وارد خیابان ها بشه. حالا که اگر از صبح دنبال بکنیم اخبار رو میبینیم که تعداد زیادی از زنان دیروز وعده داده بودند، در روزهای گذشته وعده داده بودند که با این روندی که در 7 ماه گذشته در پیش گرفته بودند ادامه خواهند داد و در طول روز تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم هم عکس‌های زیادی از حضور خودشون در خیابان‌ها منتشر کردند. به نظر میرسه که واقعا حکومت از همه نظر با وجود که تمام ابزارهای خودش رو به کار گرفته، این بار دیگه حتی پای تکنولوژی و ابزارهای هوشمند رو هم به میان آورده، ولی موفق نشده که به اون معنا اون افرادی رو، اون دسته از زنانی رو که تصمیم خودشون رو نه امروز بلکه 7 ماه پیش با مرگ مهسا ژینا امینی گرفته بودند و بر سر تصمیمی که براش خون دادن، بیش از 500 کشته و هزاران در واقع بازداشتی و بسیاری از این همین زنان چشم خودشون رو در این مبارزه از دست دادن، بر سر اون تصمیم ایستادن و این واقعا یک روند من فکر میکنم منحصر به فرد در تمام این 14 دهه است که مبارزه با حجاب اجباری استمرار داشته در ایران. خانم دوستدار، مقامات قضایی دارن تهدیداشون رو بیشتر میکنن، تهدید به حبس میکنن، تبلیغ برای برداشتن حجاب اجباری رو تهدید میکنن که از خدمات اجتماعی محروم میکنن. چقدر فکر میکنین این تهدیدها میتونه جلوی این زنانی که تصمیمشون رو گرفتن که حجاب اجباری به نظر میرسه کنار بذارن بگیره؟ خب بسیاری از اونها که از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن به صراحت نوشتن که این تهدیدها جلودار اونها نیست و حتی به رغم اینکه خیلی از این تهدیدها میتونه ترسناک باشه برای یک شهروند، قصد این رو دارن که برای این ترس غلبه بکنن و با وجود ترس این مبارزه رو ادامه بدن و این پیوندی که بین زنان ایجاد شده برای اینکه همدیگر رو حمایت بکنن به نظرم یک اتفاق ویژه است. من یک نکته رو میخوام حتما اشاره بکنم و اون این هست که فکر نمی کنم که هیچ زمانی به اندازه امروز جامعه ایران آماده این پذیرش این تغییر و حمایت از این مطالبه زنان رو داشته. اگر که هممون به خاطر داریم که کمتر از 4-5 سال پیش حتی وقتی که گروهی از فعالان زنان از جمله خود من مطرح می‌کردیم که مسئله حجاب اجباری جزء اولویت هاست، عده‌ای در مقابل این در واقع گزاره می‌ایستادن و نسبت بهش دافعه داشتن و حتی بسیاری از مسائل دیگه که همشون جزء موارد نقض حقوق زنان هست رو مطرح می‌کردن به عنوان اولویت. اما الان می‌بینیم گروه‌های مختلف از حقوقدانان گرفته، فعالان مدنی گرفته، فعالان زنان، فعالان سیاسی، چهره‌هایی که تا پیش از این در مقابل این جریان سکوت کرده بودند و اون رو در واقع تقلیل می‌دادن به مطالبه صرفاً زنان، پشت این ماجرا ایستادن. این بیانیه‌هایی که منتشر میشه، این مصاحبه‌هایی که چهره‌های حقوقی و سیاسی می‌کنن و به صراحت تهدیدهای حکومت رو زیر سوال می‌برن و حمایت می‌کنن از خواست زنان برای کنار گذاشتن پوشش اجباری، حجاب اجباری، فکر می‌کنم در تمام این سالها یک اتفاق ویژه است، منحصر به فرده و در مقابل این موج فزاینده‌ای که از تمایل زنان به
استمرار این مبارزه ما داریم میبینیم، این حمایت اجتماعی هم وجود داره. گرچه من نمیخوام دست کم بگیرم فشارهایی که میتونه هم از سمت حاکمیت بیاد، هم از سوی اقشاری که به هر حال این فضا رو بر نمیتابن. نمیخوام دست کم بگیرم این اتفاقا میتونه زمینه ساز یک سری برخوردهای اجتماعی و رو در روی بین هم مردم و هم حاکمیت و هم بین برخی از گروه ها و طبقات مردم بشه. اما و مسیری که واقعا در زمینه حجاب اجباری دیده میشه یک مسیر غیر قابل بازگشت هست و فکر نمی کنم که ابزارها و تهدیدهای حکومت بتونه اون رو در واقع کنار بزنه یا سرکوب بکنه تمام و کمال. نعیمه دوستا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو، سپاسگزارم از شما.